الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام عليك يا ابا عبدالله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن امیر المؤمنین السلام عليك يا ابن فاطمت الزهراء سیرت النساء العالمین و الله و سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی امام حسین در خدمت شما هستیم با یک از برنامه های احکام شعائد و مباحث جدیدی که انشاءالله تو این برنامه قرار مطرح بکنیم آرزوی قبولی تعال و عبادت همه شما دوستان رو داریم علال خصوص شما دوستانی که مشغول به تعظیم شعائد حسینی و عزاداری امام حسین علیه السلام بودین و امیدواریم که ما رو هم مثل شما در این تومار عزاداران امام حسین ثبت بکنیم خب طبق معمول کارشناس خود برنامه حجت الاسلام و المسلمین حجای آخون در استودیو حاضر هستن حجا سلام علیکم برنامه خوش. سلام علیکم و رحمت الله خدمت دستندرکاران این شبکه و کلیه بینندگان عزیز از زن و مرد آرزوی توفیق و سعادت و خدمتگزاری به ساحت مقدس اهل بیت را دارم در خدمتون هستم بفرمایید خیلی متشکرم سوال رو یکی از بینندگان مطرح کردن که من سعی میکنم به صورت کلی چون چند سوال بوده اینها رو در قالب یک سوال خدمتتون مطرح کنم خب ما میدونیم در قرآن خداوند متعال حج رو به عنوان یک شعائر معرفی کرد و در آیه 32 سوره حج هم این رو داریم که و من یعظم شعائر الله و انها من تقو القلوب این رو ها یک توضیحی بدیم به صورت این که حالا مطلب رو خام این رو یک مقدار آمده بکنیم و بعد این حلقه وصلش رو به دستگاه پربرکت امام حسین مطرح بکنیم چون این شبهه رو خیلی وقتا مطرح میکنن و من دیدم بعضن جوان ها رو این سوال دارن و دقیقا شونه که بابا اگر تو حج خداوند متعال این رو شاعر فرموده چرا ما این رو میاییم وصلش میکنیم به دستگاه حسین اصلا فلسفهش احسن تو اعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظیم ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب سوره حج آیه سی و دوم آیه را هم بله این آیه در میان آیات حج نازل شده و خاصتا سوره به نام سوره حج قرآن می‌فرماید هر کس تعظیم شاعر الهی رو بکنه با سب و سیاق آیات گذشته که در رابطه با حج هر کس تعظیم شاعر خدا کنه این از تقوای قلب و پاکی قلبه این یک آیه است که در باب اعمال حج نازل شده ولی اون چرا که بزرگان دین ما در طی صحبت های حضرت عالی که این سوال یه سوالیه که بعضی از این گیرنده های ماهواره‌ای برای اینکه بخوان مانور بدن ضد دستگاه اهل بیت و مخصوصا امام حسین سلام الله علیه این مسئله رو مطرح میکنن که این آیه شریفه اصلا هیچ ربطی به دستگاه نداره هیچ رفته به امام حسین نداره این آیه وسط سوره حجه و وسط احکام حجه درستم هست اما ایجاد چنین شبهی ای نمیتواند واقعیت داشته باشه با در نظر گرفتن صحبتهایی را که انشالله امشب و در این جلسه خدمت اعزه و بینندگان عزیز انشالله خواهیم داشت حضرت صادق سلام الله علیه در باب معنای شعائر هیال علامات المنصوبه للفرق بین الحل والحرام شعائر از ازر لغت لغت عرب به اون چیزی که به اون چیزی میگن به اون علامت نصب شده ای میگن خوب دقت کنید من از دیدگاه لغت دارم وارد میشم و به این قرآن نگاه میکنیم علامت منصوبه و نسب شده ای رو میگن که فرق بین خوبی ها و بدی ها حلال و حرام حد مرز این رو عرب به شاعر میگه نشانه هایی که الان تو جاده های پیچ و خم شمال خب یه جا میگه خطر ریزش کوه بوق زدن ممنوع این بوق زدن ممنوع این علامت منصوبه است و حرمت بوق زدن رو داره برن شما میگه البته نه حرمت تشریعی حرمت قانونی اینو من برای جا انداختن مطلب دارم عرض علامتی است که بین خوبی ها و بدی ها رو نشون میده یعنی یک نقشه است بر روی جاده همون وسط که در وسط جاده ها هست اینا رو بهش علامت میده حد, حد و مرز, امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که شعائر این علامت هست. خب اینو داشته باشید این در تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسی بیان شده این مسئله رو داشته باشید عرب نشانه را شعار میگه این شعاری که در لفظ فارسی و پارسی زبانان الان مداوله این لفظ مستعجمه یعنی عربیه شعائری که قرآن هم بیان کرده شعائر جمع است شعار ببینید الان من چند تا مثال میزنم و علامت منصوبه رو بیان میکنه گاهی اوقات لفظ شعار میشه راهپیمایی میکنن اپوزیسیون هر کشوری یه شعاری زده یک دولتی را خلاصه بیان میکنن این شعار علامات منصوبه بین خوبی ها و بدی ها و دارن میگن با زبون خودشون با این ریتم که ما جز کدوم دسته هستیم کدوم سیستم هستیم <applause> گاهی اوقات خیلی زیباست شعار رنگه رنگ شعاره پرچم های کل کشورها شعاره گاهی اوقات ستاره است گاهی اوقات هلاله گاهی اوقات رنگ سبزه گاهی اوقات رنگ سفیده گاهی اوقات خلاصه تصاویر حیوانات رو گذاشتن اینا هر کدوم یه چیزی رو نشون میده عرب به این شعار میگه معنای فرمایش حضرت صادق رو یادمون نره ها گاهی اوقات لفظ نیست رنگ نیست علامته گاهی اوقات سرود ملی کشوره الان هر پادشاهی هر رئیس جمهوری وارد کشوری بشه برای احترام نشانه اون کشور را تو ورودی این شخص پادشاه یا رئیس جمهور اون رو به عنوان یک سرود بله به عنوان یک سرود ملی اون رو می نوازن. این شعاره که هر کسی با زبانی بی زبانی این شعار رو گوش بده میگه این مربوط به کدام کشوره من آرام آرام دارم وارد مطلب بشم چون یه مقداری مطلب فراگیره و مطمئنن قریب به اتفاق کل بینندگان رو من عرض نمی کنم اما اکثر جوان ها این مسئله رو سوال می کنن ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من القلوب کسی که شعائر خدا را در حج اقامه کنه تعظیم کنه یا از تقوای قلبه خب آیا فقط همون شعائر خداست شعائر چیه شعائر نشانه است گاهی اوقات در حج نشانه خودش رو نشون میده گاهی اوقات در نماز نشانه خودش رو نشون میده الان از آن ازان از شعار مسلمان هاست در کل دنیا هر شخصی صدای از را بر معزنه بشنود میگوید اینها مسلمونن خب دقت کنید حالا من با این مقدمه میخوام این مسئله را عرض بکنم ما چهار تا آیه داریم در قرآن که شعائر الله را بیان کرده در یک سوره میفرماید خب دقت کنید <سؤال> 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 ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا و کوه مروه از شعائر الهی هرکس هر تعظیم کند این دو کوه را و من یعظم شعائر الله فانها این تعظیم من تقوى القلوب آمنا بالله صدق الله العلی العظیم خوب <تقل> دقت <سؤال> کنید حج <هج> سوره 36 یه آیه دیگه هست خدا در قرآن میفرماید هم جز شعائر منه بعضی ها برای اقامه حج اینها با خودشون گوسفند میارن با خودشون شطور میارن در روایت داره حکم شرعی پیغمبرم همین کار رو کرد در حجت الوداع آقا فرمودن هر کس بخواد با خودش قربونی بیاری برای منا ذبه منا چون گاهی اوقات اونجا خریداری میشه ذبح میکنن گاهی اوقات از شهر خودشون میبردن این حیوان رو باید زخمی کنید خونش بر روی بدنش ریخته بشه کوهان شطور باید خونالود بشه یا یک لنگه کفش ببخشید اجل الله به گردنش بندازید تا مردم بدونن این حیوان قربونیه کسی دستش نزنه شد شعار شد نشانه بین ده تا گوساله ببخشید بین ده تا شطور دو تا شطور رو میدیدن این علامت داره قرآن میفرماید والبدنه بدنه یعنی این حیوان زخمی جعلناها جعلنا یعنی جعن تشریعی ما اون را شرعا جعلناها لکم من شعائر الله از شعائر خدا از خداست خب احترام گذاشتن به این شطور شعائره یا نه خودش شعاره خودش علامته سوره حج آیه 36 من یک سوالی دارم از بینندگان اعزه و خودشون با وجدان پویای خودشون این سوال رو خودشون جواب بدن آقا میفرمایند که حضرت ذات احدیت میفرمایند که ان الصفا المروه من شعائر الله من اینجا من جزئی است یه بحث عریض و طویلیه من که اینجا آورده مراد این که غیر از این چیزای دیگه هم هستا اما اینم جزء شاعر خداست جزء از اون کل به شاعر. این من احسن به این من من جزئیه میگن به این من من جزئیه میگن مثلا در مثال هایی که میزنن الرأس من البدن الید من البدن دست جزئی از بدنه اون شنونده متوجه میشه که بدن غیر از این دست و سر اجزاء دیگه ای رو داره به این من من جزئیه میگن در واقع مشخص میشه که یک کلی هست که مثلا این صفا و مروه جزی از اون کله میشه احسنت چند تا چیز در سوره حج خدا گفته این جز شاعر منه در حجه یک صفا دو مروه سه والبودن اون حیوان زخمی که روی گردنش یک کفش کهنه ای رو انداختن مردم که نگاه میکنن میبینن می اینکه خلاصه این, خلاص این جزء قربونیاست و صاحب داره اینو میخوام ببرنش منا و کشتارگاه ذبحش کنن خب من یه سوالی دارم آیا شعائر الله فقط همینه خب همین یا فقط این نیست نه چون که من تبعیزیه داره دیگه من تبعیزیه که داره اصلا هیچ فرد عاقلی نمیگوید که اینا اینا فقط اینا جز شعائره نه این که جزء شعار اینا شعائره اینا جزء شعائره حالا چیزای دیگه هم هست شعائره چیه بسم الله آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که شعار علامت منصوب است گاه از اذانه خب دقت کنید گاه اوقات این لباسه آقا رسول الله چنین لباسی رو داشتن به نحوی یه عبای و یه لباده و یه عمامه و با این زید در میدن این شد شعار شعار حوزه های علمیه مکتب امام صادق سلام الله علیه این شد این شد شعار شما به خودت میتونی جرأت بدی در محضر امام معصوم بگویی که این هم جزء شاعر الهیه چون طبق سیاق فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه در تفسیر مجمع البیان آقا فرمودن هر چیزی که علامت بین خوبی ها و بدی هاست هر چیزی که علامت بین حل و حرامه این شد شعائر این شد شعیره این شد شعار این شد نمونه این شد انگوش نما خب یک سوال دارم قبر پیغمبرای شعار اسلام هست یا نه شما رو نمیگم جواب بدید این شرمنده و این بیننده که الان شبکه پرفیز این به نام, محب... به نام, امام حسین سلام الله علیه رو داره نظاره گری میکنه اگه بگه نه که شعار اصلا علامته علامت انگشته تمام میدونن اینجا قبر پیغمبره او گنبد و بارگاه معزنه شعاره اذان شعاره اشهد لا اله الا الله شعاره وجود ناظرین پیغمبر فرمودن قولو لا اله الا الله تفلحو یعنی اولین شعار اسلامی توحید و یگانگی یگان پرستیه قبر پیغمبر شعار نمیتونه باشه من حالا فقط از این دید فعلا مجلس رو قطع میکنم حالا عرض کردم در حلقه بعد جوونا رو من رها نمیکنم یه بحثای دیگه دارم تالیتل و این بحث قبور ائمه اطهار شعار نیست عرب در زمان خودش شب وقتی غروب میشد تاریک میشد بالای پشت بام رئیس قبیله پاتیل بزرگی بود توش هیزم میریختن و آتیش میکردن این تا صبح این آتش روشن بود این نشانه بود که هر گمراهی در دل شب و دل تاریکی شب از دور نوری را ببیند اون شعار او را چکا کنه به بج... طرف این شهر بکشونتش خلاصه از در بداری علامت این این علامت درست هم هست عرب به این شعار میگه یک نفر عرب بید. ازش سوال بکنی که بگه نه این شعار نیست جزء محالات عقلی است. اون یک نشانه من... نشانه است دیگه. خب آقا ایزه بدیم ما یک میان برنامه بریم و برگردیم بحث رو دنبال کنیم. دوستا ما رو همراهی کنید. اونی که مهدی فاطمه شده سینه زنش اونی که مهدی فاطمه شده سین زنش اونی که سه روز رو خاک کربلا مونده تنش اونی که سه روز رو خاک کربلا مونده تنش اونی که زینب و کشت قصه پیراهنش اونیکه که زینب و کشت قصه پیراهنش اونی که بالا لب تشنه اونی که بالا تشنه جدا شد سر از دنش اونی که هزار تا زخم من عیزه بود رو بدنش اونی که کشته شد و کسی نکرده کفنش اونی که غریب دشت کرد یک نفره عربابم حسین که از آن... بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم با ادامه بحثی که قبل از میان برنامه در خدمت آقای آخوند در رابطه با آیه 32 سوره حج که مطالبی که در رابطه با حج و شعائر حج که خداوند حج رو به عنوان یک شعائر در قرآن مطرح کردن رو جا رفت داشتن میدادن به مباحث شعائر حسینی و دستگاه عظیم سید الشهدا شهده در خدمتونه خواهش میکنم عرض میشه خدمتون رسیدیم به اینجا که هر چیزی که میتواند علامت بشود در قاموس عرب میشه شعار حالا گاهی اوقات این علامت علامت بی جانه مانند قبر مانند حسینی مانند مسجد خوب دقت کنید گاهی اوقات شخص جاندار میشه میشه نشانه من این مسئله رو گفتم چون میخوام مطلب جا بیفته که انشالله جا میافته یکی از علمای اهل سنت به نام سبکی تقی الدین سبکی سنی شافعی متوفای 756 هجری قمری یعنی حدود 700 سال قبل اولا با کم زیاد چند سال در کتاب الرسول المصطفى صفحه 168 در کتاب فتا سبکی جلد دو صفحه 593 در کتاب الشعائر الحسینی صفحه 168 این روایت رو از ایشون نقل کرده من از بینندگان عزیز جدا آجزانه خواهش دارم لا اقل این مطلب و این روایت و این صحبت این آقا رو بنویسن ثبت کنن نسب این قرار بدن یه جایی یادداشت بکنن که هر جا هر اشکالی شد زود اون اشکال را رد بدون جواب ازش نگذنیم نگرش بدیم چیه قصه ایشون این مطلب رو میگه ان تعظیم خوب دقت کنید ان تعظیم عموم الصحابه من شعائر الله تعظيم نمودن عامه صحابه من حالا روی صحبت دومش عامه صحابه صحبت هست اما کاری به این بحث اصلا ندارم و در باب و من یعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب که دستگاه امام حسین را شامل اون رو میخوایم بحث کنیم آقای سبکی از علمای اهل سنت در کتاب فتا و سبکی جلد دو صفحه 593 این مطلب رو گفته ان تعظیم عموم الصحابه من شعائر الله احترام گذاشتن به صحابه به عموم صحابه این هم جزئی از شعائر الهیه یعنی چی یعنی تعظیم نمودن علی ابن ابی طالب جز من یه سوالی دارم تمام صحابه تو یک روز ایمان اووردن و یک روز از دار دنیا رفتن که بخوایم بگیم ایمانشون به سویه تقسیم شده نه که اگه در یک روز هم نمیتونستیم این سلم من میخوام با این مثال وارد این مطلب بشم با اینکه کلام شما بله درسته اگر بگیم همه یک جا کپونا رو تقسیم کنن. همه بگن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه و, علی و سلم رسول الله یه روزم اینها از دار دنیا برن بله همه طبق قیاس 23 سال ایمان آوردن ایمانشون هم کلی مشکک هم نیست کلی متواتیه حالا یه بحثه من کاری ندارم بهش اشاره کردم ما یه صحابه دور داریم یه صحابه نزدیک داریم بالله علیک طلحه ابن عبید الله صحابه نزدیک پیغمبره مروان صحابه نزدیک پیغمبر جزء صحابه بودن اینا معاویت ابن عبی سفیان جزء صحابه نزدیک پیغمبره خلیفه اول و دوم جزء صحابه نزدیک پیغمبره یا حضرت زهرا سلام الله علیها قطعا حضرت زهرا یا امام حسین لا یا امام حسن یا آقا علی ابن عبی طالب کدوم یک از اینا رو آقا رسول الله رو عاطقش قرار داده غیر از امام حسن امام حسین کسی دیگه هست که خود سبکی این روایت رو خود سبکی نقل میکنه از جمله جائبه این رو من عرض بکنم وارد بحث بشه آقای تقی یا دین سنی شافعی متوفای 756 این روایت رو نقل کرده از ابو هریره و چی میگه میگه هادا حدیث صحیح الاسناد این حدیثی رو که ایشون میخواد نقل بکنه میگه از در سندی هیچ شک و شبهی درش نیست یعنی شما در ماه مبارک رمضان با زبان روزه چون دروغ گفتن حرام روزه رو باطل میکنه این روایت رو اگر بیان کردید طبق فتوای شافعی سنی آقای سبکی روزه صحیحه روایت رو ببینید خرج علینا رسول الله عن ابی هریره خرج علینا رسول الله و معه حسن و حسین هذا یعنی حسن علا آتقه و هذا علا آتقه مگه جز صحابه نبودن چند هزار صحابی داشت پیغمبر معلوم شه اینا نزدیکترن خوب دقت کنید حتی انتها الینا ابو هریره میگه تا اینکه به ما رسید فقال له رجل به آقا رسول الله یه مردی گفت که یا رسول الله انک تحبهما آیا دوستشون داری فقال من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی کسی که اینا رو دوست داشته باشه منو دوست داره کسی که اینا رو بغض داشته باشه منو بغض داره قطعا یزید مورد بغض آقا رسول الله قرار گرفته قطعا معاویت ابن ابی سفیان که جزء صحابه پیغمبره اما چون که دوره از مسائل دور شد قطعا جزء مبغوزین صحابه پیغمبره ما نمیتونیم بگیم عموم صحابه پیغمبر اگر کسی بهشون تعظیم کنه احترامشون کنه این از جزء شعائر الله که یه بحث بزرگی رو میطلبه من نمیخوام وارد این مقوله بشم فقط یه رشحه نشون عزیزان بدم بیان که اون کسانی که دنبال تحقیق هستن این خلاصه وارد این مقوله بشن خب من یه سوالی دارم از آقای سبکی که شما میگویی تعظیم عموم صحابه جزء شعائره آیا احترام به امام حسین جزء شعائر الله هست یا نیست اصلا کاری به مکتب شیعه نداریم این حرف رو من یک صحابی من با, کمال جرأت دارم این حرف رو میزنم چون مرحوم علامه امینی اعلی الله مقام شریف ایشون میفرمایند که آی مردم تاریخ به قضاوت بنشینید مطمئنم اگر چنانچه چه روزی بیاید که نخواهد آمد فرض محال هم محال نیست اما این فرض خیلی مطلب سنگینه ها مطلب رو خیلی باید انسان با جرأت بتونه حلاجیش کنه که اگر روزی تمام فرهنگ شیعه و کتابخانه های شیعه و تاریخ شیعه را همه را بسوزانند که سوزاندن در تاریخ تا یه اندازه خب باز حقانیت شیعه در متون کتب اهل تسننه و این راسته یکیش اینه آقایی که شما میگی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وسط سوره حجه خب وسط سوره حجه حرفی درش نیست کی میخواد مخالفت کنه اما این روایات و این مطالب و بزرگان رو هم اطراف این هواشی اطراف این روایات اطراف این آیه اینا هم در نظر بگیر فقط شعائر بد نیست منه من جزئی است که من هی اشاره میکنم گاهی اوقات قبر پیغمبر شعار میشه گاهی اوقات خود پیغمبر شعار میشه که شعار بود علی ابن ابی طالب شعار شیعه است امام صادق شعار شیعه است امام زمان شعار شیعه است رجعت شعار شیعه است اشهد ان علی و ولی الله شعار است از جمله مواردی که بزرگان اهل تسنن اشاره کردند تعظیم خود امام حسینه حالا ما تعظیم میکنیم امام حسین را و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب حالا جزء شعائر خود امام حسینه گاهی اوقات قبر امام حسین میشه گاهی اوقات عزاداری میشه گاهی اوقات زنجیرزنی زنی می میشه گاهی اوقات لطمه به سر و صورت میشه گاهی اوقات و یض ضج الضاجون و میشه گاهی اوقات گریه میشه بکا میشه تباکی میشه منبکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه نمیشه اینها همه دنبال یه سبک و سیاقی حرکت میکنن من یادم میاد از اون جلسات اول شما فرمودین اون بحث کل و جز رو اهل بیت گفتن علینا الاصول بله و علیکم التسلیم علینا القاء الاصول, الاصول و علیکم, علیکم التفریع خب پس اون باز همون خمیر که با ما دادن و دیگه حالا هر چیزی که جزو شعائر بشه و تعظیمش شاعر اما این از دیدگاه عقلی و نقلیه و این میتواند من و شما را برساند به اون تقوای قلب که ایمان جوانحیه نه ایمان جوارحی که یک بحث خلاصه مفصلی را میطلبه من نمیدونم اگر وقت هست که ما اشاره کنیم اگر بحثتون در تو در مطلب شاعر تموم شده که من یک سوال جان مونده از جلسات قبل بود این رو مطرح بکنیم من اگر اجازه بدید یه مطلبی دیگه هم تتمه این بحث رو من بکنم که انشالله این مطلب دیگه خلاصه جا افتاده باشه در میان این حدود 120 تا سوال عزیزان به همون دادن خیلی از سوالات سبک و سیاقش جوابش همین مسئله است که من عرض کردم که چطور مثلا زنجیرزنی مشروعیتش از کجاست شعائره دویدن روی خار مشروعیتش از کجاست از شعائره معتم و ناری که در کشور پهناور هندوستان اونجا این راه و رسم رو درست کردن که انشاءالله وارد بحث مساوات و مواسات میشیم این هم جزء شعائره و هر چیزی که فطرت من شما و عقل من شما و هوش و حواس من شما رو سوق بدهد به سمت سوی امام حسین و مشروع باشه هیچ مشکلی را هیچ یک از علماء گذشته اصلا براش خلاصه بار نکردن این را من عرض بکنم ما یه بحث دیگه ای داریم در باب شعائر الله که از خدا بخوایم که انشالله بتونیم مطلب را جوری جا بندازیم که انشالله شسته و رفته باشه ما یه بحثی داریم در باب علم نه و صرف به نام بحث مضاف و مضافون الی مضاف و مضافون الی دو تا کلمه است اینا میاد کنار هم قرار میگیره کلمه دوم اضافه میشه به کلمه اول مثلا ابن میشه ابن الرسول ابن یک کلمه است فرزند اما این میشه فرزند رسول خوب دقت کنید گاهی اوقات شعار میشه شعائر الله این مضافه نشانه گاهی اوقات میشه نشانه کسره میگیره مضاف همیشه در لغت فارسی نشانه الهی خوب دقت کنید گاهی اوقات مضافون الیه یک خصوصیتی داره این وقتی میچسبه به مضاف گایقات یک کلمه یه خصوصیتی داره این کلمه وقتی مضافون الی میشه میچسبه به مضاف همون خصوصیاتی که در کلمه قبلی بود بار میشه روی اضافه من الان مثال میزنم مثلا ابن الرسول یا رسول الله مضاف مضاف الی رسول الله یا ابن الرسول رسول الله الله خدا رسول نام پیغمبر اگر ما بگیم رسول هیچ طبیعی الله طبیعیه اما اگر این بشه مضاف و مضاف الیه رسول الله اگر بشه یا ابن الرسول بشه همون صفاتی که در الله هست و همون صفاتی که در رسول الله یا ابن الرسول هست بار میشه روی مضاف مثلا ما شخصی وارد میشه میگهش آقا این کیه؟ میگه آقا این ابن الرسوله یکم خودت تو جمع میکنی میگه آقا این کیه؟ میگه آقا علی نامه اما آقا این کیه؟ میگه این پسر مرجعه خب دقت کنید مرجع خودش خصوصیاتی داره اما این بار خصوصیات مرجع چون مزافن علی مزاف علیه شده مضاف خودشو کشونده مزاف خودش خودشو کشونده انداخته رو مزاف یه من بحث یه بحث کلامی دارم میکنم اما برای اینکه اهل ذوق این کل پیدا کرده پیدا با... کرده به اون واسطه که احترام و حرمت رو هم داره شعار شعائر شد شعائر الله شعائر خودش نشانه است اما شد نشانه های خدا اون صفاتی که در خدا هست میاد بار میشه روی چی روی شعائر ابن پسر نه میگم پسر پیغمبر خب شما همون احترام رو به پیغمبر داشتید اما همون احترام رو به پسر پیغمبر خواهید داشت چرا چون اون مضاف الی چه صفاتی داره و بار شده روی مضاف قرآن میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اگر امام حسین شد شعائر الله خدای تبارک و تعالی که ازلی است و ابدی است ابدیت خدا کشیده می شود به مضاف که امام حسین سلام الله علیه لذا شما نگاه بکنید هر چیزی که تو دستگاه خدا شعار می شود بندگار می شود الان یکی س... از سوالاتی که اینجا شد از این مجلس که این همه خلاصه کشت و کشار شده در دنیا این همه فجایع رخ داده این همه سرها بریده شده در جنگ اول جنگ دوم قبل بعد چی شد که فقط امام حسین این جنگ یه روزش نمودار شد چرا؟ چون همون صفاتی که در مضافن علیه اله و خدا هست کشیده شد به دستگاه امام حسین سلام الله علیه و این شد وجه وجهت الله وجه الله شد قرآن میفرماید و یبقا وجه ربک به والاکرام و وجه رب, رب میماند همچنان که رب میماند می, می ماند، وجه رب میماند من این مطلب رو عرض بکنم یه مطلب خیلی کوتاه رام دو دقیقه وقت داریم بله چشم باعث که مطلب نمونه برای جلسه آینده صاحب محذب ابن عبدان از بزرگان شافعی است در کتاب حواشی شیروانی خیلی بحث قشنگه ها جلد سوم صفحه 175 یه فتوا داده خوب دقت کنید فتوا این که شما پارچه رو میتونید خرید فروش کنید حرفی نرش نیست پارچه رو میتونی خرید و فروش کنی اما این استار پرده عرب به پرده ستر میگه به جمعش استار میگه اگر این مضاف شد به یه مضافون الی مانند کعبه میشه استار کعبه میشه پرده کعبه مضاف مضافون الیه همون بار و احترامی که روی مضافون الیه که کعبه هست همون بار رو روی مضاف که استار باشه قرار داده آقا فتوا میده ابن عبدان شافعیه، فتوا به سراحت داده که استار کعبه خرید و فروشش جایز نیست علت عدم جواز استار برای چی که خرید و فروشش جایز نیست احسنت همون برکاتی که در کعبه هست این به صرف سیاق به کعبه این در حالی که اصلا جاندار هم نیست جاندار هم نیست پرده است بلیه یه موجود زینتیه میفرماد خرید و فروشش جایز نیست مانند لباس ها و البسه و پارچه های در بازار نیست چرا به خاطر اینکه همون آثار مزافون الیه بار شده بر مضاف و فتوا هم هست عده از علما هم به همین مسئله اشاره میکنن حالا خاک اگر شد خاک قبر پیغمبر ببینید اصلا ما بحث روایت آیه نداریم اصلا ما یه بحثی داریم بحث کلامی شد خاک خاک قبر ببین خاک کسره گرفت این اضافه است مضافون الیهش قبر پیغمبر همون احترامی که پیغمبر دارد که مضافون الیه تسری پیدا میکنه به مضاف خاک قبر پیغمبر به احترام پیدا میکنه خاک قبر سید و شهدا. خاک کربلا خاک کربلا مضاف مضافون الیه چه احترامی کربلا دارد مضافون الیک تسری پیدا میکنه به خاک که مضافه از این امثله را عزیزان بگیرن و شروع کنن ترجمه کنن حالا اگر لغت عرب رو متوجه نمیشن مضاف مضافون الیه فارسی رو درست بکنن مضاف باید کسره بخوره اضافه کنن تو دستگاه امام حسین هر چیزی که اضافه شد به امام حسین میشه دستگاه حسین پس هر چیزی و هر رشته ای که اون کسره ای امام حسین رو بخوره که مربوط به امام حسین بشه سیاهی امام حسین پرده امام حسین بگید، بخونید. زنجیر امام حسین سین زنی اینا بخونید. همه اون رد میشه و اون مسیر رو طی میکنه با اون بحث شاعر میرسه خود امام مزاف حسین. امام حسین همون برکاتی که خدا به آقا سید داده در جمله مضافون الی همون برکت برمیگره به مضاف زنجیر برای دستگاه امام حسین گریه بر امام حسین سیاه کوبی بر امام حسین اینا همه مضافه تمام برکات امام حسین را میگیره و این مقدمه شد برای شاید چهل الا پنجاه سوال که اعزه به طریق اس ام اس یا پیام ها نوشته شده اینا رو ما انشالله بیانش میکنیم. خیلی متشکرم از ممنونیم تشکر میکنم که باز مثل همیشه مطالب بسیار عالی رو مطرح خیلی متشکر از ممنونیم که در استودیو حاضر شدیم پاسخگوی سوالات بودیم إنك خدافزي با عندكم دارين ما فقط فرج يوسف زهراء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا به رحمت که ارحم التماس دعا خیلی مشکل همینطوری که مشاهده کردین هاج بحث شاعر رو مطرح کردن و چه چیزی اولا به بحث شاعر که زیارت امام حسین علیه السلام در عربعین حسینی که یکی از نشانه های پنجگانه یک مؤمنه و خوشا به سعادت اون اشخاصی که سوار بر این موج عربعینی رفتن و اون قبر ششگوشه رو زیارت کردن و انشاءالله که ما رو از دای خیر خودشون فراموش نکردن ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست التماس دعا داریم خدا یار نگه داریم.